در این آموزش میخوایم کلاس ها و ساختار ها رو مورد مقایسه قرار بدیم و تفاوت کلاس و ساختار رو با هم ببینیم. در ویدیوهای قبل دیدیم که ساختار از جهاتی مشابه کلاس ها هست. نحوه تعریف ساختار به این ترتیب هست: کلمه کلیدی استراکت، نام استراکت و اعضای استراکت. مشابه کلاس ها برای ساختارها اعضای داده ای و اعضای تابعی رو داریم و یک سازنده برای این کلاس تعریف کردیم. من در اینجا یک کلاس دارم که این کلاس هم داره اعضای داده ای هست و دو سازنده داره. میخوایم که ساختار و کلاس رو مقایسه کنیم و تفاوت های اونها رو با هم ببینیم. اولین تفاوتی که ساختار و کلاس دارن این هست که ساختار یک نوع مقداری هست و در استک ذخیره میشه و کلاس یک نوع ارجاعی هست و محل ذخیره اشیاء اون در قسمت هیپ حافظه هست. وقتی من یک متغیر رو که از نوع ساختار هست به یک متغیر دیگه از نوع ساختار نسبت میدم، از این جهت که ساختار یک نوع داده مقداری هست، این مقدار از متغیر کپی میشه و در متغیر دوم ذخیره میشه. پس من دو متغیر دارم که دارای دو مقدار یکسان هست. منظور اینه که در حافظه استک من دو بخش از حافظه رو دارم که در هر دو این بخش ها یه مقدار ذخیره شده. اما زمانی که من از کلاس اشیاء ایجاد میکنم، مثلا کلاس تست رو دارم و اشیاء اتی رو از اون ایجاد میکنم. مقدار 5 رو بر سازنده ارسال میکنم و سه میکنم. سازنده کلاس تست یک مقدار رو دریافت میکنه و مقدار رو در فیلد A ذخیره میکنه. من شیء دیگه از کلاس تست ایجاد میکنم با نام تی دو نیو تست. سازنده کلاس رو حتما باید به صورت پابلیک تعریف. در اینجا من میخوام که مقدار تی که شیء از کلاس تست هست رو به تی دو نسبت بدم. تی دو هم یک شیء از کلاس تست هست. پس من تی دو رو دارم در اینجا و تی رو در اینجا تایپ میکنم. اشیایی که از یک کلاس ایجاد میشن از نوع ارجاع هستن. در واقع دارن به یک نقطه از حافظه هیپ اشاره میکنن و آدرس اون مکان از حافظه رو در خودشون نگهداری میکنن. زمانی که من یک شیء از کلاس رو به شیء دیگه نسبت میدم، مقداری از این شیء کپی نمیشه. آدرس این شیء برای شیء دوم در نظر گرفته میشه. پس اتفاقی که میفته، من دو ارجاع دارم به یک مکان از حافظه. هم شیء تی به اون مکان ارجاع داره و هم شیء تی دو. پس هر دوی اینها یک شیء هستن و یک مکان از حافظه رو در اختیار دارن. هر تغییری که برای تی دو اعمال بشه در تی هم تاثیر میذاره و هر تغییری که برای تی اعمال بشه برای تی دو هم تاثیر میذاره. در واقع ما یک شی داریم با دو نام متفاوت. اما در مورد متغیرهای مقداری، ما دو مکان در حافظه استک رو داریم و مقداری از متغیر اول کپی میشه و در متغیر دوم هم پیست میشه. پس ما در استراکچرها دو متغیر داریم با دو مقدار یکسان. تفاوت بعدی که استرکچرها و کلاس‌ها با هم دارن در مورد سازنده اونها هست. من در استرکچرها میتونم یک سازنده تعریف کنم، اما امکان تعریف سازنده پیش‌فرض وجود نداره. به این دلیل که کامپایلر همیشه یک سازنده پیش‌فرض برای استرکچرها در نظر میگیره. اما زمانی که من برای کلاس‌ها سازنده تعریف میکنم، سازنده پیش‌فرض رو هم میتونم تعریف کنم. در واقع زمانی که برنامه نویس برای یک کلاس سازنده‌ای تعریف می‌کنه، کامپایلر سازنده پیش‌فرض رو برای اون در نظر نمی‌گیره. اما در مورد استراکچرها همیشه سازنده پیش‌فرض ایجاد میشه. و اگه من بخوام اینجا یه سازنده پیش‌فرض تعریف کنم، با خطا مواجه خواهم شد. در این خط کد برامون خطا صادر می‌کنه و ما امکان ایجاد یک سازنده پیش‌فرض رو در استراکچرها نداریم. نکته دیگه که در مورد سازنده ها وجود داره اینه که اگه من در یک استرکچر سازنده ای داشته باشم که یکی از فیلدها رو مقداردهی نکرده باشه، مثل این سازنده که این سازنده فقط فیلدهای آرز و سکند رو مقداردهی میکنه و فیلد مینت رو بدون مقدار رها میکنه، اتفاقی که میفته اینه که کامپایلر به طور خودکار نمیتونه فیلدی که مقداردهی نشده رو مقداردهی کنه. پس کامپایلر هم اون متغیر رو بدون مقدار رها میکنه. اما در مورد کلاس ها زمانی که
من با استفاده از سازنده تنها یکی از فیلدها رو مقداردهی میکنم و فیلد دیگه رو فاقد مقدار رها میکنم. کامپایلر به طور خودکار و پیش‌فرض مقداری رو برای فیلد مقداردهی نشده در نظر میگیره. در واقع تمام فیلدهای یک کلاس با ایجاد یک شی از کلاس حتما باید مقداردهی بشن، چیزی که در مورد استراکچرها الزامی وجود نداره. یعنی الزامی وجود نداره که من تمام فیلدهای یک متغیر رو از استراکچر مقداردهی کنم. تفاوت دیگه ای که استراکچرها و کلاسها دارن اینه که در استراکچرها زمانی که من یک فیلد رو تعریف میکنم، در خط تعریف فیلد امکان این که برای این فیلد مقداردهی اولیه داشته باشم وجود نداره. اگه در اینجا من کاراکتر مساوی رو قرار بدم و یک عدد رو تایپ کنم، با خطا مواجه میشم. اما در مورد کلاس ها اینطور نیست. در مورد کلاس ها من میتونم در خط تعریف فیلد مقداردهی اولیه هم داشته باشم، باش خطایی مواجه نمیشم و برنامه به درستی کار خواهد کرد. و آخرین تفاوتی که در مورد استرکچر ها و کلاس ها میتونم بگم این هست که استرکچر ها از ویژگی وراثت پشتیبانی نمی کنن، فاقد ویژگی وراثت هستن، اما کلاس ها داره ویژگی وراثت هستن که ما در مورد وراثت در فصل های آینده بحث خواهیم کرد. در این آموزش تفاوت ساختار و کلاس رو بیان کردیم. گفتیم که ساختار یک نوع مقداری هست و کلاس یک نوع ارجایی هست. در مورد نسبت دادن متغیرهای ساختاری به هم و اشیای یک کلاس به هم صحبت کردیم و گفتیم که در اشیا در واقع مقداری کپی نمیشه و تنها آدرس شی هست که برای شی دوم هم در نظر گرفته میشه، که در استراکچرها اینطور نیست. در استراکچرها حتما مقدار کپی میشه و برای متغیر دوم هم در نظر گرفته میشه. مورد بعدی که بحث کردیم در مورد سازنده ها بود. گفتیم که استراکچرها نمیتونن سازنده پیش فرض داشته باشن، اما کلاس ها میتونن سازنده پیش فرض داشته باشن، و اینکه در خط تعریف فیلد در استراکچرها امکان مقداردهی اولیه وجود نداره، چیزی که در مورد کلاس ها وجود داره. و در مورد وراثت صحبت کردیم که در مورد وراثت در فصل‌های آینده مفصل‌تر بحث خواهیم کرد.